بیاد بریم مثلا مسابقه نمیخوام بدم. به هم ریختنت پس یه جورایی. اصلا از قبل زنگ میزنن نمیدونم ما از امنیتی ما به من زنگ زنگ میگن داورا تو وزن سنگ وزن رقابت نمیخوام بکنم، بلند شو بیا اینجا. خیلی داستان، اصلا یه حال بدی بود، خیلی بد بود. یه سوالی ازت کنم، الان اسم ورزشکاری یه دارن صدا میزنن، نمایشگاه بدنسازیه، تو حالا اسم تو صدا زدن مثلا آقای کیانوش قرهنپور قهرمان ما تو فلان غرفه حاضره؟ آره من الان توی یکی غرفه هستم، بند خدا هر دو سه دقیقه یه بار اعلام میکنم. نمایشگاه هم اعلام میکنه؟ آره کلن با میکروفون بلنگو نمیدونم صداشون پخش میشه. عزیزترین کس تو زندگی کیه؟ عزیزترین کس؟ خب من خانوادم رو خیلی دوست دارم، همه شون عزیزم، ولی مادرم خیلی برام عزیزم. جایی بود با شکستت احساس کنی مادرت ناراحت شده؟ ببین من حتی طلا هم میگیرم مادرم ناراحت. سر سختی هایی که میگیشم اصلا میگه چرا به خاطر یه مدال یا یه مسابقه اینقدر خودتو اذیت میکن. حتی طلا هم میگیرم گریه میخورم، میگه با دیگه بس کن ول کن. حالا چه برسه مثلا این که من یا مقام نیارم یا یه اتفاقی بیفته که مثلا ناراحت شم. مثلا مادرم یه موجودیه خدا شاهده انقدر دلش نازکه مثلا یه مورچه رو دلش نمیاد بزنه بکشه. توی خونمون مثلا مورچه ای هستش یا مگس چیزی میاد در رو باز میکنه با روسری میگه بزه بره بیرون، نمیکشه، آدم دلسوزیه. من عزیزترین کسم مادرمه، حاضرم همین الان تمام عمرم رو بدم به اون، اون باشه من اصلا نباشه. دمت گرم. چقدر با حال و با کدوم مدالت خیلی خوشحال شد؟ مادرم من غذا میخورم غذایی که خودش درست میخوره خوشحال میشه، اصلا با مدال اینا کاری ندارم. آره. غذایی هم بهتر درست میکنم بیشتر دوست داری؟ حالا غذاهاش همه خوشمزه است، ولی من مثلا زمانی که میخوام تقلب کنم بهش میگم آبگوشت میذارم، آبگوشت میذاره اون یه روز قشنگ. انشالله که خدا برات حفظش کنه. کیانوش خیلی خوش صحبت، ما که کیف میکنیم صحبتی اگه از کیانوش شان در خدمتیم. قربونت برم عزیزی. آقا من خیلی ممنونم ازتون، لطف کردید و از مردم ایران، از کسایی که میان زیر پستایی که من میذارم یا رسانه هم میذارن، واقعا واقعا اگر تا حالا منو ندیدن و رو در رو نشدن با هم الکی منو قضاوت نخواهم. مثلا من نمیدونم چرا یه پست از من میذارن دو از همه هم بیشتر کامنت میخورم، 2000 نفر نظر میدن 1900 نفرش میگن این اخلاق نداره. نمیدونم من اصلا اینا کجا من به اینا بی اخلاقی کردم، نمیدونم اصلا نمیشناسمشون. یه مقدار رعایت کن، چون متاسفانه مردم ایران عقلشون به چشمشون، بیشتر با چشمشون کار میکنن. مثلا طرف میاد میگه این بده، یا همه میگن این بده. ما هم برای این ورزش زحمت کشیدیم، برای ایران چندین بار پرچم ایران رو بردیم بالا. اونایی هم که فکر میکنن من الکی میگم قهرمان شدم، برن توی گوگل سرچ کنن، دیگه بالاتر از کارت حرفه‌ای که نداریم. آقا من کارت اصلا من کلا یه بار قهرمان شدم، کارت حرفه‌ایمو گرفتم و بهترین بدن اون دوران واقعا توی سنگین وزن من داشت و همه هم میگن، نه اینکه من بیام. من بازم میگم کوچیک تمام ملت ایرانم، دستبوس همه‌شونم، حتی اونایی هم که به من توهین میخوان، من آرزو میکنم که تو زندگیشون موفق باشن و این کینو این چیزی که حتی من تا حالا ندیدم از دلشون در بیاد. من دست همه‌شون هم می‌بوسم. دمت گرم. خیلی یارم بزرگ کردی تو بحث مربیگری، تو بحث‌های دیگه، تو بحث مکملی، ولی اومدن علی اسمی در کردن رفت. علی جان ببین، شما قبل از این مصاحبه گفتیم مربی داریم، مربی چیه؟ گفتم من مربی ندارم و نداشتم. اگرم کسی کنار من بوده به من قول و قراردادی داده، قرار شده واسه من یه کارایی بکنه که من اونو کنار خودم به عنوان مربی معرفیش کنم، ولی هیچ کمکی به من نکرد، تازه ضررم به من زده. و من میخوام اینو بگم، آیا اون کسایی که میگفتم مربی منن
از زمانی که من باهاشون قطع رابطه کردم اصلا شما حتی توی رسانه دیدیشون، اصلا اسمی ازشون هست. یه سری اشخاص هستن مثلا میان با 4 تا قهرمانی که پیجشون قویه، طرفدار دارن، میان علیکی خودشون رو بزرگ میخوان. من به خدا اگر کسی رو به عنوان مربی معرفی کردم، من معذرت میخوام از مردم، چون واقعا اگر تو زندگیم دروغ گفتم اون شخص رو به عنوان مربی گفتم، این یک بار من واقعا توی رسانه دروغ گفتم، اصلا مربی من نبوده. حتی از منم شکایت کردن، منم ممنوع خروج کردن، 30 میلیون تومان از من طلب داشتن. ما اصلا با هم رفیق بودیم، 30 میلیون تومان رو کردن 400 میلیون. به خاطر این تمام حسابای منو بستن، منو ممنوع خروج کردن، 2 تا مسابقه منو عقب انداختن. همین اشخاصی که کنار من اسم در کردن، اینا اینجوری هم. مربی کجا بود؟ مربی کسیه که رو سرت باشه، شما هر روز توی باشگاه رو سرت باشه، آنالیزت کنه. بعد مربی کسیه که فقط به تو نه یه وزنه بزن، مربی کسیه که اگه کیانوش حالش بد بود حالشو خوب کنه، مربی کسیه که مثل یه پدر زندگی رو بهت یاد بده، بگه آقا مثلا تو درست ورزش میکنی ولی باید توی زندگیت موفقیت های دیگه هم داشته باشی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مردمداری. مربی باید دقیقا مثل پدر باشه، مثل یه مادر باشه، فکر کنه تو اولادشی، نه اینه که بیاد 30 میلیون تومان از من طلب داشته. اونم به خدا قسم طلب نداشتم، اینا 1 میلیارد به من بدهکارن، قرار بود به من روزی 1 میلیون بده، من اینو به عنوان مربی به معرفیش کنم. 2 سال من باهاش بودم، 1000 هم بهم نداد، فقط استفاده کرد، فقط فالوورشو برد بالا. بچه های بدنساز واقعا بچه های مظلومی هست، چه بحث رسانه این که اونچنان رسانه های ملی بهشون نمیپردازن و همیشه بودن افراد سودجو که اومدن کنار این بدنساز ها و ازشون سوء استفاده ها رو کردن و متاسفانه بدنساز ها موندن و حوزشون. من 2 سال پیش یه بند خدایی، اونم دوستمون بود، زنگ زد بهم گفت آقا یه کاری میخوام برات انجام بدم که حتی پدرت هم انجام نده. گفتم دستو در نکنه بگو. تو یه شخصی هستش میگه من مربی بدنسازی هم، قرار صحبت کردم باش روزی 1 میلیون بهت بده، اسپانسر مکملی خارجی نه ایرانی، اسپانسر دارویی خارجی، حتی غذاهاتو بهت بده، حتی لباستو بهت بده، ویزا برات بگیره، همه کار کنه، فقط تو اینو در کنار خودت معرفیش کن، بگو این مربی من. گفتم خدا خیرت بده، 2 سال پیش روزی 1 میلیون تومان کم بود، همه این کارا رو هم انجام بده. به قرآن 2 سال باهاشون بودم، به خدا فقط از اسمم سوء استفاده کرد. میکنم هممون هم میدونیم کیانش داره کیو میگه، ولی چی بگم والا درمزگم گول نخورن دیگه، اینا مربی نیستم. مربی آقا تو اصلا الان من علی پسرم دیگه میشناسه دیگه، به خدا علمش دقیقا به اندازه یه پزشکیه که شاید الان 20 سال مطب داره، من دیگه کاری نداره. توی گوگل میزنه کراتین چیست، بهت میگه کراتین چیه، خب مغزت هم خوب باشه حفظش میگه، کافئین چیست، گلوتامین چیست. آقا مربی باید خودش مسابقه داده باشه، اصلا به من اون سختیه رو کشیده باشه، مدرک هم نیست. من برات 50 تا مدرک مربیگری میگیرم، بین و مللیش هم میگیرم، پول بده همه چی بهت میده. خب منم قبول دارم مربی باید زحمت بکشه، خودش مسابقه داده باشه، خودش شبایی که آبگیری پدر آدم در میاد خودش اون شبا رو دیده باشه، دوران و حجم رو خودش انجام داده باشه، دوران کات رو انجام داده باشه. دیگه هر کسی یه کت شلوار بپوشه یه دونه نمیدونم این چیزا بس کنه به خودش که مربی نمیشه. اصلا مربی بدنسازی کت شلوار نمیپوشه، مربی بدنسازی قیافش رو نگاه میکنی وحشت میکنی، اصلا جرات داری بری پیش مربی بدنسازی اینقدر رژیم گرفته، اینقدر توی باشگاه سختی کشیده، نگاهش میکنی وحشت میکنی. کلیپ بذارن یا کامل بذارن، نه اون صحنه فقط
حادثه رو بذارن، قبلش هم بذارن و اگرم احساس میکنن کسی به من توهین میکنه کامنتاشو ببندن. اصلا من نیازی ندارم هیچ رسانه از من ویدیو و پست بذاره، اگرم میذاره خیلی ممنونم ازش، دستشم میبوسم، ولی کامل بذاره. حتی همین مصاحبه هم که الانو با هم کردیم دوست دارم کاملشو بذاره. آقا 40 دقیقه رو تو این ایستا حالا هی فهمیدم یه مبحث دو سه دقیقه‌ای رو برمی‌داریم می‌ذاریم. عزیزم من خیلی دوست دارم شما، واقعا زحمت کشی، ان شاءالله که همیشه موفق باشی. بعدا شب چیانوش همین جوری که خودش گنده است قلبش هم گنده است. من یادم با هادی عقیقی مشکلی خورد، دوتاشون رو دعوت کردیم توی برنامه، ما آماده هر ریاکشنی بودیم ولی تو اون برنامه فقط خندیدیم، یه ساعت و نیمی بود. دمت گرم، قربونت برم عزیزم، فدای همه تون و بینندگان هست. قرمه سبزیارم نخورد آقای حقیقی اومده نمایشگاه، کات پاره. دمت گرم، فدات بشم، مرسی.